جمشاد هستم. امروز میخوام راجع به ویولون باهاتون صحبت کنم و یه تاریخچه‌ای از سازهای زهی براتون بگم. راجع به اجزای تشکیل دهنده ساز باهاتون صحبت کنم. همراه من باشید. خب ویولون یکی از مهمترین سازهای گروه های زهی هستش که همونطور که خیلیاتون میدونین گروه زهی 4 تا ساز اصلی داره. زیرترین و در واقع کوچکترین ساز که سوپرانا هستش ویولونه، ساز بعدی ویولا هست یا ویولون آلتو، ویولونسل یا چلو و کنترباس که بمترین ساز در واقع باس گروه زهی هستش. خود سازهای زهی کلن از یه سری سازهای قدیمی تری نشأت گرفتن و در واقع نسل بعدی سازهای دیگه هستن که به ویول ها معروفن، مثل ویول دو کامبا و ویول دی آمور که البته این سازا هم از سازهای قدیمی تری مثل پوشت و ربک توسعه یافتن. خیلی ها فکر میکنن که ربک مثلا با رباب ما ریشهشون یکی، البته اینو کسایی که تو حوزه سازسازی و سازشناسی کار میکنن بر نظر بدن، ولی به خاطر تشابه اسمش و به خاطر ساختار ساز خیلی فکر میکنن ریشه این دوتا ساز یکیه، ولی همونطور که من عکس ساز توی صفحه میذارم اگه شما جعبه ربک رو نگاه کنید خیلی شبیه جعبه ویولون نیست، ولی در از اون طرف اگر جعبه قیچک و جعبه رباب رو نگاه کنید میبینید دقیقا این قوسا روی رباب و قیچک هم دیده میشه و ساختار ساز خیلی شبیه به سازهای زهی هستش. البته لازم به تذکره که چیزی که من راجع به تاریخچه ساز میگم یه مبحث خیلی گسترده و تخصصی هستش که اینا رو سازشناسا و موزه‌دارای ساز و در واقع سازندهای ساز خیلی بیشتر در موردش میدونن و اگر بخواید که اطلاعات بیشتری راجع به این موضوع کسب کنید باید از اهل فنش بپرسید. من فقط یه چیزای کلی رو در حد اطلاعات عمومی بهتون میگم. حالا میخوام قسمت‌های مختلف ویولون رو خدمتتون عرض کنم. این قسمت حلزونی جعبه کوک هستش. خود این قسمت‌های کوکای ویولون رو بهش گوشی میگن. این صفحه مشکی رنگی که خیلی وقتا از چوب آبنوس هست بهش فینگر بورد یا گریف میگن، سیمای سازه، صفحه رو، صفحه پشت، کلاف، افای ساز، خرک، سیمگیر، زیرچونه و یه قطعه هم اینجا هست که جزء ساز نیست و بهش اضافه میشه، بهش میگن بالشتک. خیلی از بالشتک استفاده نمی کنن چون فکر کنن که ساز خیلی صدای ساز خیلی بهتره، ولی خب بعضی ها مثلا گردن بلندتری دارن بالشتک رو استفاده میکنم. من خودم استفاده میکنم. یه حسن دیگه ای که داره اینه که شما موقعی که ساز میزنید ممکنه بدنتون عرق کنه و ساز رطوبت بدنتون رو بگیره و صداش دم بشه و شاید مثلا خود بالشتک کمک کنه که این اتفاق نیفته. البته ممکنه بعضی وقتا بعضی هستن که خیلی عرق میکنن و بعد من یه دستمال بذارن که این رطوبت به ساز کشیده نشه و صدای سازشون خفه نشه. 4 تا سیم ویولون می، لا، ر، سول هستی از نوت زیر به نوت بم. سول سول سه میشه، ر ر چهار، لا چهار و می پنج. حالا یعنی چی مثلا سول سه، ر چهار، لا چهار؟ اینا بر اساس اون اکتاو روی پیانو، یعنی وقتی ما میگیم که سول سه یعنی سول اکتاو سوم پیانو، پس میشه سول سه، ر چهار، لا چهار و می پنج. ویولا 5 تا نوت بم بیشتر داره، یعنی 5 تا نوت بمتر داره. در واقع میشه 2 3 سول 3 ر 4 و لا 4. پس سیمای ویولا لا ر سول 2 هستش. البته سیمای در واقع ویولونسل و کنترباس هم داره سولو هستش اونجا تو رنج صدایی بمتر. حالا من چون این دوتا ساز دم دست هست کنترباس و ویولونسل که ندارم داشتم هم نمیتونستم بزنم، اینا رو براتون دونه دونه یه گام روش میزنم که رنج صدایی و فرقش رو بتونیم در واقع درک کنیم.
از اینکه این بخش رو تموم کنم، من همه اجزای ویولون رو گفتم. چیز اصلی که باهاش اصلا ویولون رو می نوازن اصلا راجبش حرف نزدم. این چوبی که باهاش روی ساز میکشن و در واقع باهاش ساز رو میزنن، همطور بازی که خیلی از اون میدونید، اسمش آرشه است. باهاش قسمت های مختلفی داره. چوب آرشه، بعضی از آرشه ها مثل این آرشه که تو دست من هشت پر هستن، یعنی در واقع سطح مقطعشون تقریبا مثل یه هشت دلیه، بعضیشون گرد هستن، فرقی نمی کنه. این قسمت جلو موی آرشه هستش که قدیم از موی دوم اسب استفاده می شد، الان هم البته استفاده می شد، ولی خب مواد مصنوعی هم هست که باهاش موی آرشه درست میکنن. این قسمت پاشنه هستش، کوک آرشه هستش. حالا کوک آرشه یعنی چی؟ کوک آرشه هیچ تأثیری تو صدای ساز نداره. این کوک آرشه وقتی روش آرشه رو کوک میکنن، در واقع آرشه صفر میشه که اون حالت فنریش رو داشته باشه، و وقتی کارشون تموم میشه باید که کوکش رو شل کنن، چون اگه این کار رو نکنن بعد یه مدت این چوب آرشه حالت فنریش رو از دست میده و در واقع آرشه خراب میشه. و میکنم اگر درش بیادیم کلن باز میشه و میشه موشو حالا عوض کرد و قرب میکرد. خب دیگه فکر نمی کنم دیگه چیز زیادی راجع به ویولون برای گفتن داشته باشم. فقط این که من اولین سازی که تو زندگیم دیدم و لمس کردم ویولون بود. خیلی هم در واقع برخورد اولمون برخورد جالبی نبود. حقیقتش پدر من و برادرم به همون گفتش که میخوام براتون ساز بگیرم، ساز بزنیم. ما اصلا نمی‌دونیم موسیقی چی هست. گفتیم چی می‌خوای بزنیم؟ گفتش که ویولون می‌خوام براتون بگیرم. ما خوشحال شدیم، گفتیم آخ چون ویولون، چون من واقعا فکر کردم که اصلا گیتار ویولونه. بعد ما رفتیم منزل آقای شهرام فسادزاده، یه ویولون گذاشت جلوی ما، در جعبه رو باز کرد. من کلا ناامید شدم از شروع خود، چون فکر کردم خیلی معذرت بخوام تو مولای بچگی، فکر کردم این ساز نابیناست. من تو خیابون مثلا دیده بودم نوازنده های خیلی خوب خیابونی که ویولون میزدن اون موقع. خلاصه دیگه اون سیستم اون زمان یه جوری دیگه بود دیگه، میزدن تو سرت میگفتن همین چیزی که هست دیگه، ما اینو برداشتیم و زدیم. ولی اولین باری که واقعا این سازو گرفتم دستم، اینقدر این ساز خوش حس و حال بود، بوی چوب ساز اینقدر یه حس خوبی به خود من داد که از همون موقع عاشق شدم و تا الان هم دارم میزنم دیگه، حالا کم و بیش. خیلی خوب، همینجا بعد این بخش رو تمام میکنم. امیدوارم که استفاده کرده باشین، همراه من باشین.